سرخط خبرها، ایران به اسرائیل حمله می کند. تصاویری از حمله سوخو 34 به خودروهای زرهی نیروهای اوکراین. سلاح راهبردی مقاومت به کار افتاد، صهیونیست‌ها وحشت زده شدند. و 200,000 موشک آماده شلیک به اسرائیل. سلام و وقت بخیر، به این سرویس خبری خوش آمدید. برای آگاهی از مهمترین خبرهای ایران و جهان کانال ما را سابسکرایب کنید. و اما مشروع خبرها، ایران به اسرائیل حمله می کند. به گزارش دیلی صباح، اولین باری که ایران مورد حمله قرار گرفت با موشک، راکت و پهپاد پاسخ داد. با این حال با ادامه درگیری امری غیرعادی رخ داد. اسرائیل اسماعیل هنیه نماینده سیاسی حماس را که مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشت ترور کرد. هنیه در حال مذاکره با ایالات متحده، قطر، مصر، ترکیه و حتی چین بود و تلاش داشت 14 نماینده از احزاب مختلف سیاسی را برای تقویت وحدت گرد هم آورد. اسرائیل هنیه را در ایران هدف قرار داد و این حمله به خاک ایران نقض آشکار حاکمیت بود و وضعیت فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرد که نوعاً واکنش شدید هر دولتی را برمی‌انگیخت. ایران چگونه پاسخ خواهد داد؟ ایران بدون شک این حمله را از یاد نمی‌برد و در پاسخ به عنوان یک کشور مستقل دریغ نخواهد کرد. در حالی که ممکن است فوراً اقدام طرفجویانه انجام ندهد، اما ایران لحظه مناسب را برای اقدام انتخاب خواهد کرد. از لحاظ تاریخی ایران از رویاروی مستقیم با اسرائیل خودداری کرده و ترجیح داده از طریق نیروهای نیابتی درگیر شود. با این حال این بار اسرائیل مستقیماً ایران را در خاک خود هدف قرار داد و یک مهمان سیاسی را ترور کرد. این امر برای ایران چاره‌ای جز انتقام باقی نمی‌گذارد. باید منتظر بمانیم تا ببینیم پاسخ ایران شامل حمله نظامی مستقیم به اسرائیل خواهد بود یا شکل دیگری خواهد داشت. این حادثه به طور بالقوه میتواند کل توازن قوا در منطقه را تغییر دهد. تلافی ایران ممکن است شامل حملات سایبری یا مانورهای دیپلماتیک استراتژیک نیز باشد. چنین واکنشی میتواند وضعیت از قبل حساس خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر کند و به طور بالقوه کشش درگیر کردن کشورهای دیگر و قدرت‌های بزرگ جهانی را دارد. تصاویری از حمله سوخو 34 به خودروهای زرهی نیروهای اوکراین. تصاویری از حمله سوخو 34 به خودروهای زرهی نیروهای اوکراین منتشر شده. به گزارش همشهری آنلاین، خدمه سوخو 34 به محل تجمع سربازان و خودروهای زرهی نیروهای اوکراینی منطقه مرزی کورسک حمله کرد. این حمله برای اهداف استتار شده شناسایی شده با استفاده از بمب‌های هوایی با مدل برنامه‌ریزی و اصلاح یونیورسال انجام شد. جنگنده با دریافت تاییدیه اطلاعاتی مبنی بر انهدام پرسنل و خودروهای زرهی ارتش اوکراین به فرودگاه عزیمت بازگشت. سلاح راهبردی مقاومت به کار افتاد، صهیونیست‌ها وحشت زده شدند. روزنامه رایونیام نوشت تصمیم گروه‌های مقاومت فلسطین برای اثرگیری عملیات‌های استشهادی به شدت محافل امنیتی رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته. به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از رایونیام، حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین تهدید خود را برای انجام عملیات استشهادی در عمق اراضی اشغالی در واکنش به کشتارهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه و یورش به اردوگاه‌های کرانه باختری شروع کردند. این رسانه افزود عملیات ضد صهیونیستی 19 آگوست سرآغازی بر این عملیات بود و به دنبال آن عملیات در شهرک‌های قوش اسیون و کرمیت سور در نزدیکی الخلیل در کرانه باختری انجام شد. تا معلوم شود که این قبیل عملیات ها که در اواخر دهه 90 متوقف شده بود دوباره از سر گرفته شده است. پیشتر گردان‌های شهید عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، و سرای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، مسئولیت عملیات شهادت طلبانه معرخ 29 مرداد ماه در تل آویو را بر عهده گرفتند. رایونیا ادامه داد محافل امنیتی رژیم صهیونیستی به شدت درباره سرگیری عملیات استشهادی در عمق سرزمین‌های اشغالی نگران هستند. سازمان امنیت داخلی این رژیم و پلیس آماده باشه کامل اعلام کردند. بر اساس این گزارش، تحلیلگران صهیونیست بر این باورند که گروهی مقاومت در سایه تداوم جنگ غزه به دنبال وحدت میادین در غزه و کرانه باختری و درگیری تمام عیار در این منطقه از طریق روی آوردن مجدد به عملیات استشهادی و انفجاری داخل اراضی اشغالی هستند.
منابع فلسطینی به رأی الیوم اعلام کردند که تصمیم به بازگشت به عملیات استشهادی از سوی شاخه‌های نظامی اتخاذ شده و مورد تایید رهبران سیاسی گروه فلسطینی قرار گرفته و این تصمیم در وهله اول به علت حجم کشتارهای اسرائیل علیه غیر نظامیان در غزه است و نیز به کشتار و ویرانی مربوط می شود که رژیم صهیونیستی در کرانه باختری مرتکب می شود. و 200,000 موشک آماده شلیک به اسرائیل. وبسایت رادیو فرانسه در تحلیل نوشت صبح روز یک شنبه 25 اوت برابر با 4 شهریور 1403 حزب الله لبنان اعلام کرد که در پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر حمله گسترده‌ای را به چند پایگاه اسرائیلی آغاز کرده است. حزب الله اعلام کرد که با بیش از 320 موشک و شمار زیادی پهپاد 11 پایگاه نظامی اسرائیل را در شمال آن کشور و بلندی‌های جولان هدف قرار داده و با آنها آسیب رسانده است. پرسشی که کارشناسان همواره مطرح کردند این است که آیا حزب الله لبنان توان نظامی برای درگیر شدن با اسرائیل را دارد؟ حقیقت این است که این سازمان شبه نظامی که در سال 1982 به دست سپاه پاسداران تشکیل شد، چنان که در سال 2006 نشان داد میتواند با ارتش اسرائیل درگیر شود. در 12 ژوئیه 2006 جنگی میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در گرفت که 33 روز به طول انجامید. در آن جنگ که با قطعنامه 1701 سازمان ملل پایان یافت، به گزارش دیپلمات‌های آمریکایی در بیروت، اسرائیلی‌ها 400 کشته دادند و بیش از 400,000 اسرائیلی از شمال آن کشور گریختند. اما اسرائیل از کشته شدن 159 اسرائیلی از جمله 39 غیر نظامی خبر داد. ارتش اسرائیل در این حال اعلام کرد که 320 جنگجوی حزب الله را کشته است، اما حزب الله از کشته شدن 62 جنگجو خبر داد. از آن زمان تا کنون حزب الله با پشتیبانی بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران بر توان نظامی خود افزوده است. در 18 اکتبر 2021 حسن نصرالله در این سخنرانی در تلویزیون حزب الله گفت: من برای نخستین بار رقمی را برای شما فاش میکنم. ما 100,000 جنگجوی آموزش دیده و مسلح داریم. این خبر بیش از همه حساسیت محافل نظامی اسرائیل را برانگیخت. پشتیبان اصلی این سازمان شبه نظامی جمهوری اسلامی ایران است. در رنگ داخلی سوریه نیروهای حزب الله در کنار نیروهای دولتی آن کشور با مخالفان رژیم بشار اسد جنگیدند. در سال 2009 این سازمان با انتشار منشوری اعلام کرد که هیچ مصاحبه ای با اسرائیل نخواهد کرد. حزب الله رفته رفته جزئی از حیات سیاسی لبنان شد. نمایندگان آن اکنون در مجلس حضور دارند. این سازمان مشروعیت سیاسی خود را مدیون مبارزه با ارتش اسرائیل است که نواری از خاک جنوب لبنان را از 1982 تا 2000 اشغال کرده بود. با همین سبب عقب نشینی ارتش اسرائیل از لبنان در سال 2001 نشانه پیروزی آن شمرده شد. در سال 2006 حزب الله در جنگ 33 روزه‌اش با ارتش اسرائیل همه زرادخانه‌اش را از راکت و موشک و موشک‌های ضد تانک به نمایش گذاشت. ارتش اسرائیل با بسیج 40,000 سرباز تا رود لیتانی در جنوب لبنان پیشروی کرد، اما نتوانست به هدف اولیه خود یعنی نابودی توان نظامی حزب الله دست یابد. از آن زمان تا کنون حزب الله زرادخانه‌اش را بازسازی کرده است. چندی پیش اوا کلوریوتیس، کارشناس خاورمیانه و گروه‌های جهادی، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت حزب الله پس از جنگ 2006 بر توانایی نظامی و هنر سازماندهی نیروهای خود افزوده است. سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. وقتتان خوش.